صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه این هفته مسئولان عالی قضایی با طرح سخنانی جنجالی در مورد جنبش سبز ادعا کرد در جریان فتنه بعد از انتخابات برخی افراد با سابقه همراهی امام و انقلاب در دام افتادند و با همه مجالی که به آنها داده شد باز هم در اشتباه و عصبیت خود باقی ماندند. لاریجانی با تأکید بر اینکه فرق است بین کسانی که اشتباه خود را جبران می کنند با کسانی که در اشتباه و عناد خود غوطه‌ور می شوند در ادامه وی نیز مانند احمد خاتمی و جنتی به شبیه سازی تاریخی پرداخت و مدعی شد که در جریان فتنه بعد از انتخابات دیدیم که کسانی شبیه بنی امیه عمل کردند و قرآن بر سر نیزه کردند و در روز عاشورا با شعار یا حسین بر تنها حکومت شیعی جهان شوریدند و از ولی زمان سرپیچی کردند و جریان‌های منافقانه ای راه انداختند. حال بیانیه می‌دهند که در روز عاشورا مظلوم واقع شدند. در همین ارتباط تماس تلفنی داریم با عطاالله مهاجرانی که از لندن با ما همراه هستند. جناب آقای مهاجرانی، در روزهای اخیر هجمه محافل اصولگرا به بیانیه‌های آقای موسوی بسیار شدت گرفته. شما دلیل بروز این سطح از حملات رو در چه چیزی می‌دونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم از دو زاویه می شود نگاه کرد به این هجوم علیه مهندس موسوی و به بیانیه‌های ایشون هست. نخست اینکه اگر این بیانیه‌ها مؤثر نبود ضرورت نداشت که این هجوم گسترده رو هم ما شاهد باشیم از تریبون نماز جمعه یا مقامات عالی که در این چند روز که گذشت در مجلس و در دستگاه قضایی صحبت کردن. در یک جمله میتوان گفت که این بیانیه ها مؤثر بوده و بالاخره جهت حرکتی رو معین کرده که هم هشدارها و نگاه مهندس موسوی و هم از سوی نشانه این که ایشون بر سر همون پیمانی که بودن همچنان هستند. اما به نظرم این نکته بسیار بسیار مهمی است، چون تا به حال گویی بخش از کسانی که در حکومت هستند یا به گونه از سوی حکومت صحبت میکنند انتظار داشتن که به مرور زمان این مسئله تمام بشه، به تعبیر خودشون فتنه خاموش بشه. همین که اعلام کردن که نه خاکستر داغی وجود داره معنیش این هستش که رغم آنچه که گفتن که این حرکت تمام شده خودشون در واقع نقل میکنن که یا در واقع میپذیرند و اقرار میکنن که همچنان مقاومت مردم در برابر آنچه که صورت گرفت زنده است و به طبع معتقدم که این سرزنده بودن جنبش سرد مقاومت ملی که در برابر بیرسمی ها و تقلب و تزویر و آنچه که اتفاق افتاد بوده موجب این همه در هر حال واکنش های عصبی که در برابر مهندس موسوی صورت گرفت شده. در خبرها اومده بود که دولت در بخشنامه ای از مداحان و روحانیون خواسته که در ماه محرم به شبیه سازی واقعی روز عاشورا با جنبش اعتراضی مردم ایران بپردازند. حالا وارد شدن رئیس قوه قضاییه به این گفتمان از نظر حقوقی و شرعی قابل توضیحه و آیا اصلا ایشون به عنوان قاضی شهر میتونن یک همچین حرکتی رو انجام بدن؟ حالا اصول معمولا مسئول دستگاه قضایی باید بسیار کم سخن و عادلانه در واقع سخنگویی رو بر عهده داشته باشن، به خاطر اینکه در موضعی هستن که از حقوق یک ملت میخوان حمایت بکنن. خب متاسفانه ما شاهد بودیم که تا به حال معمولا مقامات عالی قضایی هم وارد موضوع‌گیری های سیاسی می شدن، گاه هم البته بر حسب سلیقه و ذوقی که دارن مواضع رو می شد دید. مثلا دادستان کل کشور، دادستان سابق، به دلیل اینکه ذوق اقتصادی داشت معمولا در موضوع‌گیری هاش مباحث اقتصادی رو مطرح می کرد و حتی فرض بکنیم که یک بار درباره واردات عروسک به تفصیل مصاحبه کرد. دادستان کل فعلی چون ذوق و منش اطلاعاتی و امنیتی دارن کاملا از این زاویه صحبت میکنن و این موقعیت رو دارن. اما رئیس قوه قضاییه فراتر هست. من به نظر من انتظار میرفت که آقای لاریجانی من رئیس قوه قضاییه کمتر صحبت بکنن و وقتی هم صحبت میکنن عادلانه سخن بگن. این شباهت سازی از فردی که در نماز جمعه تهران صحبت میکنه یا کسانی که در هر حال مداحان معروف هستند در تهران خب دور از انتظار نبود، ولی از ایشون چنین انتظاری نمی‌رفت. ضمن اینکه در این شبیه سازی یک مغلطه بزرگ اتفاق افتاده به این معنی که در داستان در واقع بنی امیه و امام حسین علیه السلام و یارانش یک سو مظلوم بودن که کشته می‌شدن، آسیب می‌دیدن، به اونها فحش می‌دادن،
ناسزا میگفتند و تمام اینها به نام دین صورت میگرفت. در شرایط فعلی همون جمعی که کشته میشوند، همون جمعی که زندان میرن، همون جمعی که به اونها رهانت میشه از سوی تریبونهای مختلفی که هستن، همونها رو هم دارن به بنی امیه در واقع منتسب میکنن. کاملا در واقع یک مغلطه است. اون سویی که ظالم هست، سویی که زندان در دستش هست، کلید زندان رو در جیب داره، اون سویی که کلید روزنامه های فحاش و ناسزاگو رو در اختیار داره، اون سو در واقع رفتارش رو بایستی سنجید. برای مثلا من به نظرم دشوار نیست، یعنی من نمیخوام وارد این معادله مشابهت گویی بشم، ولی در هر حال میتوان مجموعه ویژگی ها رو سنجید که حکومت بنی امیه چه مختصاتی داشت و امام حسین و یارانش که در برابر این حکومت قیام کردن و مقاومت کردن چه مشخصاتی. بعد ببینیم این مشخصات در چه گروهی قابل تطبیق هست. یک ضرب المثل معروف عربی است که میگوید که سنگ انداخت و شکایت هم کرد، یعنی کسی که سنگ انداز بود و در واقع ظالم بود و خودش شاکی هم شد. از این جهت من گمان میکنم که مجموعه این موضع‌گیری هایی که صورت گرفت، هم نفس موضع‌گیری به این همه افراط و این همه تکرار و هم از سوی موضوع موضع‌گیری هایی که ما شاهدش هستیم، به طبع تعبیر شما نه عادلانه است نه شرعی. به عنوان آخرین سوال، به نظر شما با این همه پافشاری و عصبانیت اصولگراها در این تهدیدها، چرا تا به حال نتونستن وارد برخوردهای فیزیکی و قضایی با رهبران جنبش بشن و اصولا آیا این توان واقعی رو برای برخوردها دارن؟ من به نظرم تا به حال اونها ثابت کردن که منطقی رفتار نمی کنند و رفتارشون نه عادلانه است نه منطقی. از این جهتش استبعادی نداره که وقتی ما شاهد باشیم که حتی یک گامی نزدیکتر هم بردارن و رهبران جنبش سبز رو بازداشت بکنن، گرچه خب اونها سعی میکنن که هزینه های این کار رو بسنجن. اخیرا خانم رهنورد اعلام کرده بودن که آقای موسوی در واقع عملا در حصر خانگی است. خب طبیعی است که حاکمیت ترجیح میده که رهبران جنبش سبز در حصر خانگی نگه داره، ارتباطات رو قطع بکنه، این رو بیشتر برای خودش به مصلحت میدونه یا کم هزینه تر تا بازداشت کنه. ولی من باز هم در هر حال هیچ گونه استبادی رو نمیبینم که یک نقطه هم برسن که احساس بکنن که این کار باید انجام بدن، چون در نقطه مقابلش ما شاهد یک افراطی در موضع گیری هستیم، مثل همین مقالاتی که نوشته شد که این مقالات دلالت میکرد بر اینکه باید این افراد رو گرفت حتی اعدام کرد، یعنی بحث اعدام رو هم مطرح کرده بودن. اینها نشان میده که اینجور مقالات، مقالات آقای قدیانی که در ایران چاپ شده تبدیل شد به یک موضوعی که داستانی هم ورود پیدا کرد، مقاله‌ای که در سایت الف منتشر شد، من گمان نمی‌کنم این مقاله بدون محاسبه منتشر شده باشه. این مقالات در واقع چیزی شبیه همون مقالات رشید مطلق هست که در اطلاعات منتشر شده بود. از این جهت من گمان می‌کنم که اونها دارن می‌سنجن ببینن که شرایط چگونه خواهد بود و از این جهت تا به حال شرایط رو یا هزینه ها رو قابل تحمل ندیدن که بیش از این جلو نیمدن.